یه پرس هیدرولیک اگه بخوایم طراحی کنیم احتیاج به چه قطعاتی داره باید ببینیم که چی میخوایم درسته هر پرس هیدرولیک با توجه به کار ما احتیاج به یک سری قطعات متفاوت داره اینجا میخوایم توی این قسمت طراحی پرسای هیدرولیک رو انجام بدیم آماده ای؟ پس سلام و سلام این بار فقط صدام خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه قرار آقا یه ویدیو کاربردی داشته باشیم دوستانه این ویدیو حقش هستش که لایک کنید و سابسکرایب به این کانال بی نهایت به دردتون میخوره چون کلی این ویدیوهای جذاب داریم توی این قسمت که میتونی قشنگ هم برات پولسازی کنه هم توی یک صنعتی اطلاعات تو رو بیشتر کنه پس سابسکرایب کن کانالو و لایک این ویدیو منم برم شروع کنم بدون معطلی خب اینجا ما سه سیستم متفاوت داریم ولی سه تاشون هم پرسه قطعا هر پرسی احتیاج به یک یونیت هیدرولیک داره یعنی الکتروموتور پمپ حالا دبی یه دونه فشار شکن داریم یه دونه مانومتر که فشار سیستممون نشون بده میایم بالاتر میرسیم به شیر کنترل جهتی که حرکت جکمون رو کنترل میکنه یعنی این باشه به ما میگه که جکمون الان کدوم جهت حرکت کنه یعنی با کنترل روغن این به همین صورت حالا سه تا متفاوت داریم با توجه به پرس های مختلف الان بهتون میگم آقا این یک پرسیه که ما آمدیم تو سیستممون تو هر سه اومدیم شیر کنترل جهت چهار سه گذاشتیم یعنی سه حالت یک دو سه این وسط بسته است با همین شروع میکنیم بعد میرسیم به اینا روی جکمون چقدر وزنه؟ یه تون هزار کیلو اوکی حالا این هزار کیلو یک قطعه این بالایه که احتیاج به هزار کیلو داره تا دا این قطعه رو بده بالا یعنی اینطوری و در نظر بگیرید حالا این هزار کیلو وزن این روه من اومدم توی مسیر A یعنی اولین پرت شیرم به سمت پشت جکم یه دونه شیر یک طرفه گذاشتم شیر یک طرفه رو توضیح دادیم چک ولوا رو حتما میتونید برید ببینید توی کانالمون از سمت شیر یک طرفه که ردشه بیاد بالا دیگه بسته شده درسته پس شیر یک طرفه کارش حالا به چه درد میخوره ما تو سیستممون یه بار دیگه سیستم رو استارت کنم ما تو سیستممون احتیاج به چی داریم احتیاج به این داریم که وقتی چک ولو میذاریم یعنی خدایی نکرده اگه شیلنگ از اینجا نشتی داد یعنی سوراخ شد یعنی ترکید یا هر نشتی توی این قسمت داشتیم یا بازی جک جکمون زیاد خالی نکنه یهو بیاد پایین هزار کیلو ول بشه هم وزنه ای که متصل به انتهای شافتمون خراب بشه هم بیاد پایین کارمون خراب بشه پس یه دونه شیر یک طرفه میذاریم توی سیستممون اوکی حالا میخوای ببینیم که چجوریه اینو نگاه کن میاد به این صورت داره کار اونجا یه گیج گذاشتم که بازی رو شما نگاه کنید که به چه صورته اه 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 چی بود آیا بر این نه چون شیر یه طرف است اجازه نمیده روغنی که اینجای برگرده اما نگاه کن جک چه زود به تعادل رسید هزار کیلو وزن اینم نشتی داره اما چون اینجا یه دونه شیر یک طرف ما گذاشتیم اجازه نمیده زیاد بازی داشته باشه پس کارمون رو دقیق تر میکنه درسته؟ تو برگشتش ولی اجازه نمیده برای اون باید یه دونه چک ولو پایلوتی بذاریم یعنی از اینا اینا بذاریم یا کلا یه مدار دیگه برای برگشت روغنش تعریف کنیم اما معمولا اینا رو جاهایی میذارن که آقا احتیاجه که جک ما سریع به حالت ثبات برسه بازی جکمون زیاد نباشه به عنوان مثال و مهمتر از همه اگه خدایی نکرده اینجا پاره شد روغن بر نگرده و در نهایت چه اتفاقی بیفته براش جکمون با وزن مثلا یه تونش یهو نیاد پایین هم جک مناسب ببینم قیتمون و تو بدترین حالتش نیروی کار مناسب ببینه خب میره جلو سری من بخوام این بره بدم نگاه کن سری جک به ثبات میرسه و این شد یه دونه پرس هیدرولیک که برای این کار به عنوان مثال استفاده میشه که چک ولو میذاریم تو سیستمش نمیتونیم بگیم همه یه پرس های هیدرولیک باید چک والو داشته باشه چون تو یک سری از پرس ها احتیاجه به عنوان مثال این پرس نگاه کن ما یه دونه فلو کنترل گذاشتیم مثلا کاری با اون بازیه نداریم فقط میخوایم سرعتش رو کنترل کنیم و یه دونه شیر چهار سه و صندلی گذاشتم چون این شبیه صندلیه میبینی یه صندلی برعکس یا پی بسته اینم به همین صورت یونیتاشون یکیه میبینی حالا شیرش میخوایم فرمان بدیم ببینیم چه فرقی داره اینو نگاه کن شیر وسط صندلی به ما این امکانو میده که حرکت نرمتری داشته باشیم نگاه کن خیلی آرومتر کار میکنه اونورم که یه فلو کنترل گذاشته میبینی سرعتشو میخوایم یه کاری انجام بدیم که جکمون با سرعت خیلی لایت و ملایم تری کار کنه به این صورت و وقتی تو موزه وسط قرار میگیره یهو صبح استوب نده نگاه کنید آروم به روایست تایی جک به این صورت اما یه نکته ای که هست ما اینجا چک ولو نداریم اگه خدایی نکرده اینجا پاره بشه این لولمون یا شیلنگمون همون خطرایی که تو این سیستم نبود تو این سیستم هست اما دیگه برای برگشتش احتیاج به مسیر دیگه نداریم هر جا که احتیاج به حرکت آروم جک داشتیم میایم یه دونه وسط صندلی میذاریم این هم یه پرسه دیگه حالا یه دونه فلو کنترل گذاشتیم که فقط سرعتش رو کنترل کنیم پس بستگی داره که شما بخواید با استفاده از پرستون چه کاری انجام بدید برای پرس قالبه برای پرس آقا تیشرت مثلا یه قطعه ای رو میخواد یک چاپی رو یه طرحی رو میخواد روی یه دونه تیشرت بندازه اوکی و اما میرسیم به قسمت سوم و قسمت جذاب من اینجا تو سیستم اون یه دونه پی به تی گذاشتیم یعنی شیر چهار سه وسط باز پی به تی راه داره دیگه یعنی دائم الان روغن داره میاد از پمپ دوباره تخلیه میشه تو تانک تا من فرمان بدم به این شیرم و جابجا بشه جا منتها توی قسمت پشت جک هیدرولیک هم اومدم یه دونه ردیوسینگ ولف گذاشتم الان میگه این دو تا قطعه چقدر شبیه همه خب این ریلیف ولف این ردیوسینگ ولف فرقشون رو توضیح دادم حتما کلیک کنید برید ببینید راجع به ردیوسینگ ولوا اما نکته مهم چیه اینجا نمیخوام فرق اینا رو بگم توی یک سری از سیستما میخوام از جکم محافظت کنم این فشار سیستم رو مثلا میگم نمیذاره الان از 6 بار بره بالا اوکی اما من اگه بخوام از این مراقبت کنم و فشار سیستمم فقط اینجا کنترل بشه یه دونه ردیوسینگ ولو میذارم اینو نگاه کن این الان میاد و نگاه کن عمل کرده شو این به چه صورت داره کار میکنه میبینی بازی کردن فنر یا پیچ تنظیمشو حالا بخوادم برگرده که یه نکته ای که اینجا میخوام بهتون بگم این بازی جک نگاه کنید چقدر بیشتر بود نسبت به این نگاه کنید یه بار دیگه من این استارت کنم اینو نگاه کنید تو این موزه قرار میگیره اما این رو نگاه کنید کدومشون بازیش بیشتره به این دلیله که چک والو نمیذاره به اون صورت حرکتی داشته باشه با اینکه جفت این شیرا اسپولیه درسته؟ و قسمت های بالاییشون هم ایوبی الان بسته است تو موضع وسط خب این فشار رو تنظیم میکنه برامون یک فشار بالاتری داره و مهمتر از همه اینه که میتونه برای ما فشار فقط اون قسمت تو که احتیاج به اینه که فشار این تنظیم بشه رو برای ما میایم یه دونه ریدیوسینگ ولو میذاریم اما ویدیو قبلی منو حتما نگاه کن آخر اینجا میخوام الان یه نکته مهم رو بگم میایم توی قسمت فشار شکنا به طور کلی شیرهای کنترل فشار یه دونه کانتر بالانس میذارم که کامل توضیح دادم اوکی اینو پاک میکنم اضافه میکنم به سیستم وسطم یه دونه شیر متعادل کننده برای یه پرسه متفاوت و قسمت تیشم میارم وصل میکنم اینجا یه خط پایلوت داریم درسته خط پایلوتم تمام میارم و اول وصل میکنم به A ببینیم چه اتفاقی میفته توی این سیستم هم کانتر بالانس یعنی شیر متعادل کننده یه دنم فلو کنترل داریم درسته؟ من میام اینو روی یک میذارم صفر که نه تقریبا یک و خورده ای. ببینیم تغییر تو عمل کردش به وجود میاد میبینید چه اتفاقی داره میافته چون توی این سیستم تقریبا میشه گفتش که کانتر بالانس کارشو خیلی خاص داره انجام میده ببینید اشتباه توی این سیستم قرار بگیره حالا من کانتر بالانس پاک میکنم به طور کلی اینم میارم وصل میکنم اینجا میذارمش جای این یعنی یک بار دیگه میاد اینجا تو یک سری از پرسا گفتیم باید استفاده بشه از کانتر بالانس اگه یادتون باشه و اون ویدیو رو دیده باشید من میام اینو واسه میکنم به خط بی خط پایلوتش یکی از مهمترین ها. ببینیم عملکردش درست میشه نه چرا؟ به چه دلیل؟ چون ایکس داره را میده به خط بی مثل چک ولوا نیستش که پایلوتش رو از اون بگیره باید عوض کنیم پس میایم خطش رو میذاریم توی A امیدوارم که ساده توضیح داده باشم حالا دوباره سیستم رو که استارت کنیم نیا کن چه اتفاقی داره میافته فشار تنظیمی متفاوتی داره به ما میده یک بار دیگه من از این بر استارت بکنم توی این سیستم هم یک همچین حالتی دارم این چی؟ تا اینجا که داره این همون عمل میکنه زمانی که من بخوام اینو برگردونم فشارمو تقریبا متفاوت میکنه تا به کار بگیره خودشو نگاه کن من اینو میارم روی مثلا میگم یازده ببین دیگه اصلا هیچ کاری نمیکنه چون فشار تنظیمی من بالاه حالا برای اینکه درست بشه من میام اینو میذارم روی اون که شیش بار این 11 پس اصلا به فشار تنظیمی این نمیرسه که کار کنه متوجه شدید خب اینو میذاریم روی به عنوان مثال 20 ببینیم فرقی میکنه لازم عمل کردی بله و اینجا فشار تنظیمی درست برای کانتر بالانس مشخص میشه که آقا ما باید ببینیم که روی چه فشاری کار میکنیم و الان مثلا میگم اینو بذاریم روی دیویست پنجاه باز چه اتفاق میفته ببین به چه درجه ای میرسه فشار شکنمون اومد بالا چون دبی این فرق کرد و توی کلن پرسای هیدرولیک ما باید نگاه کنیم که آقا احتیاج به چه کاری داریم دقت برامون مهمه حتما باید کانتر بالانس بذاریم چون متعادل میکنه فشار رو برای ما حالا اگه دقت برامون مهم نیست سرعت برامون مهمه میاییم اصلا فلو کنترلش هم حذف میکنیم و جکمون رو راحت میبریم و میاریم یه پمپ قوی تر میذاریم حالا توی یک سیستمی که همه اینا هم یه تون وزن روشون بود میخوایم که بر نگرد حرکت دقیق داشته باشه ایمنی کارمون بیاد بالاتر که باید باشه یه دونه چک والو میذاریم اما اگه خواستید برگرده بهترین انتخاب اینه که اینو حذف کنید و بیاید یه دونه چک والو دارای خط پایلوت بذارید یعنی از کدوم مدل از این مدل از این مدل که از خط پایلوتش که از بی میگیره میاد باز میکنه مسیر برگشتتونم حل میشه این نکته ای بود که طراحی سیستمای پرسای هیدرولیک حالا هر سوالی هر چیزی بود توی کامنت ها بپرسید خودم شخصا جواب میدم مرسی که داخل این ویدیو با من همراه بودید تشکر سابسکرایب کانال یوتیوب یادتون نره و خدا نگهدار